جناب ډاکټر صاحب، یې دو سوال مطرح میشه. یک سوال ای که پاکستان چرا کوشش میکنه که افغانستان مرکز تروریسم به دنیا معرفی بکنه، در حالی که مرکز اصلی تروریسم، حامی تروریسم خود پاکستانیا بودند. در جریان امی 20 سال گذشته و حتی امی 40 سال گذشته ما دیدیم و مشاهده کردیم و تاریخ هم نشان میده. یکی، چرا پاکستانی کوشش دارد؟ و دومی که طالبا که یگانه نزدیکترین کشور برش امی پاکستانیا بودن، پاکستان بود، حال ای هم که امرش فاصله می گیرد، من هم فهم که آینده طالبا چی خواهد شد؟ با جهان او رقم هستن و با همسایه ها هم ای رقم هستن، ای آینده ای مملکت ای مردم چطور خواهد شد جناب دکتر سید؟ بله کاکف محترم، طالبا روابطشون با پاکستان مرحله حساس را طی میکنه. ما در پاکستان یک گروهی داریم به نام تحریک طالبای پاکستان که با بعد از تحریک طالبای افغانستان یا با وجود آمدن با الهام از این طالبای افغانستان با وجود آمدن و او آرزوهایشان نیست که در پاکستان بالاخره رژیم را ایجاد کنند که مانند رژیم طالبان در افغانستان است. یعنی یکی آنها آرزوی از دو انفاذ شریعت اسلامی در پاکستان است. هم است. و از این لحاظ و از لحاظ فکری طالبای پاکستانی با طالبای افغان هیچ فرق ندارد. حتی از لحاظ قومی و زبانی یا یعنی مردم هستند و در یک جای یا درس خواندن، در یک جای یا زندگی کردن و از همدیگر همیش کمک کردن. من تعجب میکنم که خب این که پاکستان چرا برف بام خود در افغانستان میپرته این واضح است دیگه. پاکستان فعلا دارات گدایی هست در دنیا. پاکستان لحاظ اقتصادی در حالت ورشکستگی است با کمک های IMF International Monetary Fund زیاد عاجل ضرورت داره. اگر او کمک های پولی برش نکنه، پاکستان قروض خود را که در سالهای گذشته در 50-60 سال دیگه از جهان گرفته نمیتونه حتی تکتانیش پرداخت کنه، به خاطر که اگر پرداخت نکنه پاکستان دیفالت میکنه. وقتی که دیفالت کنه یعنی افلاس میکنه. وقتی که افلاس کرد اقتصاد پاکستان به زمین میخوره. امیال دلار امریکایی در مقابل کردار پاکستانی بسیار بالا رفته. امیال پاکستانیا حتی از نهایت مجبوریت تمام ذخایر مهمات خود قرار معلوم که دیده میشه مهمات خود یا به روان میکنن و در بدل پولی که میگیرن از امریکایی و انگلیس ها یا با اوکراین روان میکنن که تا یک اندازه پول نقد بره یا به دستشان بیاید. از این خاطر پاکستانی ها میخواین به جهان نشان بتن، به امریکا بغل نشان بتن که ما فعلا تغییر کردیم و ما دیگه او پاکستان سابق نیستیم و این مرکز توریم انتقال کرده، از پاکستان به افغانستان انتقال کرده. از یک لحاظ ای وقتی که مردم جان میبینن طالبا کلشان اینجا آمدن و تحریک طالبان پاکستانی از در داخل افغانستان البته که موجود هستن، کسی نمیتونه این کار کنه، در اینجا پایگاه هایی دارن که باید داشته باشن. عمق طالبان پاکستانی عمق استراتژیک دارن با موجودیت طالبان در حکومت افغانستان. پاکستان، حکومت پاکستان در مقابل هند در طول جهاد میخواست عمق استراتژیک پیدا کنه و دوی پاکستان اگر زمان جنگ میشه با هند این عمق استراتژیک داشته باشه در افغانستان. حال عملا این عمق استراتژیک طالبان پاکستانی ایجاد کرد، چون بعد دوستا از در افغانستان هست، هم فکراشون در افغانستان هست، پایگاهشون هست. این پاکستان، این طالبان حق در انکار کنه کسی این قبول نمیکنه. تاریک طالبان پاکستانی و حمایت اخلاقی، مالی و تبلیغاتی همچنان حد امی سخنان را که شما از امیر خان متقی مشنوین، شما فکر کنید این خود این امی سخنان طرفداری از تحریک طالبان پاکستان است. امیر خان متقی میخواهد توضیح بده
و پاکستانی ها که ای بم یک انفجاری نبوده که یک شخص رفته باشه اینطوری کرده باشه. حالا تو چی مجبورستی که تحریک طالبان پاکستان تو مبرا از ای خطر از ای به اصطلاح گناه یا از ای عمل بسازی؟ با تو چی؟ اگر تو با تحریک طالبان پاکستان ارتبانه امی سخنهای آقای متقی از لحاظ دیپلماتیک بسیار به ضررش تمام میشه، خلافش است، برای در عمل در سخنان خود ای را چیز میکنه، از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنه، تقویق و بمگذاری و انفجار بگو ما در سهمی نداشتیم. اما تو چی کار داری که ای را چیز کنی؟ بگویی که مثلا کار تحریک طالبان پاکستانی نبوده، این شما تحقیق کنین، این در پشت سرش کن کن. این اشتباه بزرگش هم همیست. خودش نشان میده که هنوز هم از تحریک طالبان پاکستان و در قلبش وجود داره، در حمایت میکنه. از این خود پاکستانی ها چند وقت پیش معاون وزارت دفاع امریکا آمده بود در پاکستان، یه رو بردن در سرحد در امی خط امتداد خط دیورن، تأسیسات استحکامات را که پاکستانی های دیوار را که ساختن ای را به اون نشان دادن، گفتن این شما فکر کنین که ما ای را خودم میخواییم از تروریزم حفاظت کنیم با ایجاد ای دیوار. البته امریکایی ها هم پول امی دیوار گفته میشه خود امریکایی ها دادن و امریکایی ها پاکستان برای امریکا از لحاظ استراتژیک بسیار بسیار اهمیت داره، فوق العاده اهمیت داره. این می خود جو بایدن گفته بود فکر میکنم که افغانستان پاکستان مثل 60% 40% برای امریکا اهمیت داره. اگر دولت اسلامی قبل از طالبای افغانستان 40% اهمیت برای پاکستان برای امریکا داشت، دولت پاکستان 60% اهمیت داره. بخصوص حالی که جهان تقسیم شده، حالی که جهان به دو قطب بزرگ تقسیم شده، شما میبینید که هندوستان شامل بریکس است، شامل اتحادیه اقتصادی است با چین، با روسیه، با آفریقای جنوبی، با برزیل و پاکی در آینده یا میخواین دلار عوض کنن با یک کرنسی یا یک سیری که خودشون میخواین صادر کنن که متکی به یک بسکت امتیعی این کشورها باشه و همچنین وابسته به طلا باشه در مقابل دلار امریکایی که وابسته به هیچ چیز نیست. و ای اگر این کار انجام شوه، بریکس در حدود 60% تجارت دنیا را کشورهای وابسته بریکس اداره میکنه. این برای پاکستان، برای امریکا فاجعه خواهد بود از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تجارت بین المللی و از لحاظ نفوذ سیاسی. بنابراین پاکستان، امی تازه صحبت کردیم که چگونه مهمات با چیز روان میکنه به اوکراین. چرا مهمات از پاکستان روان میکنه؟ برای اینکه اردوی پاکستان یکی از بزرگترین اردوهای دنیا است، در حدود 2 میلیون سرباز داره و یکی از بزرگترین اردوهای دنیا است و این اردو بسیار مهمات داره. حتی در داخل پاکستان فابریکا زیاد اصل اساسی وجود داره که مهمات تولید میکنند و این از مهمات هم تولید میکنند مهمات است که امریکایی، برای که در اینجا اردوی پاکستان امریکایی ها تجهیز کردن و اصل امریکایی در اینجا مورد استفاده است. بنابراین اگر اوکراین بر مهمات ضرر داره، این مهمات اروپایی ها دیگر نمیتونن بتن، برای اینکه تمام ذخایر خود دادن به اوکراین. کشور بزرگ من آلمان در سالهای اخیر از 200 تانک زیاد نداشت، برای اینکه یا اردوی خود این کشورها تقلیل داده بودن، کشور اروپایی دیگر فکر نمیکردن که نیاز به این باشه که در موجودیت امریکا و یا دیگه زیاد نیاز برای وجود نداره. به خودم تمام مهمات حتی در امریکا خطر از وجود داره که مهمات استراتژیک امریکا دیگه کم شده باشن ظرفیتاش و این برای جنرال امریکایی تشویش است که ما تمام ذخایر استراتژیک اصلی خود را برای اوکراین روان میکنیم، اگر فردا کانکپ میشه با روسیه از لحاظ ناتو ما دیگه چیز نداریم که با او دسترسی داشته باشیم. از این خاطر دسترسی به پاکستان، اعزام مهمات از پاکستان برای ناتو، میبینیم که بازم پاکستان در عمل با امریکا و ناتو
در پالوی ذوق قرار میگیره. هند در پالوی اگرچه در ظاهر نمیگه در پالوی روسیه قرار گرفته، حاضر به تحریم روسیه نیست، حاضر به انتقاد بالا روسیه نیست، و روسیه هند به ایسه یک دوست استراتژیک خود قبول داره. همی یک روز پیش سفیر روسیه در هندستان اعلان کرد که ما مناسبات خود در با پاکستان ما با در مقایسه با هند، ما مناسبات خود در هند قربانی مناسبات خود با پاکستان نمید. یعنی برای روسا هند فوق العاده ارزش داره، بخصوصی که آنها فهمیدن که پاکستانی ها مهمات برای اوکراین را کرده، روس ها را بسیار به غضب مواجه کرده یا در صده دریستن پاکستان را در این قسمت زیر فشار دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی قرار بده. از این خاطر پاکستان برای غرب اهمیت داره، این را اشتباه نکنید. این درون هایی که از بالای افغانستان میگرده کلش از پاکستان پرواز میکنه، و در اما در سال 1996 هم که 2001 هم که امریکایی ها بالای افغانستان حمله کردن، از پایگاه های پاکستانی استفاده می کردن. پاکستان هنوز هم وابسته به غرب است، از لحاظ مالی، از لحاظ اقتصادی. اگر IMF کمک نکنه اقتصاد سقوط می کنه، بنابراین پاکستان مجبور است که غرب چیز بسازه، راضی کنه و متقاعد کنه که ما دوست شماستم و ما در کنار همونطور که در 700 سال گذشته دوست شما بودیم، از این بعد هم دوست شما خواهم بود. مشکل عمده پاکستان چین است، برای که در 30-40 سال گذشته چین از لحاظ استراتژیک دوست درجه اول پاکستان قرار گرفت و کمک های زیاد اقتصادی و نظامی به پاکستان کرد، و آل پاکستان در بین دو سنگ آسیا قرار گرفت. از این لحاظ یک طرف مناسبات با چین است، از یک طرف این توازن از این با مناسبات با امریکا و غرب. بله بله، اما تو که شما فرمودید واقعا به نظر من پاکستان یک کشور مستقل نمی آید، به ریزی که انگلیس به می خاطر ایره ایجاد کرده که فقط همیشه توسط پاکستان پالیسیا و سیاست های خود در اینجا عملی بسازه. باید ما است که امامی نواز شریف صدر اعظم بود، پرویز مشرف در انگلستان رفته بود، از لندن پرواز کرد، در او وقت بخیل لوی درستیز بود پرواز کرد، پس که می آمد به پاکستان از اینجا برش گفتن که پس برو لندن و حق نشست در پاکستان نداری. تیاریش انوز در هوا پرواز داشت که نظامی حمله کردن در سرخانه نواز شریف و خانه شای اشغال کردن، و بالاخره اونمو بود که کودتا به پیروزی رسید و اونمو نواز جنرال مشرف بالاخره حاکم شد. چند وقت بعدش باز انتخابات اعلان کرد و در انتخابات رئیس جمهور آمتام شد و به هر صورتش یعنی که اینا مستقل نیستن. و یک گپست جناب دکتر صاحب که خوب وقته که پاکستان در این شرایط اسلحه خود به هدایت انگلیسا و امریکایا به اوکراین میفرسته، این خود طبیعی گپست که روسیه باید یک عکس‌العمل نشان بده، این خودشمنی با روسیه قرار میگیره. نظر شما چطور است؟ یعنی عکس‌العمل روس در اینجا با وجود خاتم؟ بله آمده با وجود. مقصد میکرد کنم سفیر روسیه در هندستان این مطلب واضح آشکارا بیان کرد و گفت که ما این موضوع رو تحقیق میکنیم و این برای ما بسیار اهمیت داره، و گفت که ما مناسبات خود با هند قربانی کمک های استراتژی خود یا کمک های اقتصادی و نظامی خود با پاکستان نمیکنیم، و این واضح است. هنوز هم روس ها در این قسمت بسیار جدی نگفتن، ولی بسیار از انتظار داشته باشین که روس ها در مقابل پاکستان موقف بسیار جدی تر اتخاذ کنند. من یک اصلاح میکنم از صحبت شما در مورد پرویز مشرف. پرویز مشرف در وقت لودریستیز پاکستان بود، به سریلانکا رفته بود، از کولمبو پس می آمد که کی حادثه او رو برطرف کرد، پرویز مشرف ای را برطرف کرد در وقتی که ای نبود در پاکستان و تایرش اجازه نداد بشینه و ای کودتا کرد. خب برصورت کم سوال دیگی مطلب خوب
اما تو که پیشتر سرش صحبت کردیم می مناسبات طالبا هم رای پاکستانی ها. پاکستان گفتیم که مرکز تروریزم بوده و امیال هم هست. در ای اواخر وقتی که انفجار در مسجد پلیس لاین پیشاور صورت گرفت، وزیر داخلی پاکستان گفت که مجاهدین ساخته شده پاکستان حالا به تروریست مبدل شدن، که منظورشان تی تی پی و یا حتی غیر مستقیم منظورشان به طالبای افغانی هم است. وزیر دفاعش همچنان گفت که پالیسی غلط پاکستان در مورد بنیادگرایا بود، زیرا خود ما از آنها حمایت کردیم. آل اینا اعتراف میکنن که گویا امی لانه های تروریستی را که خودشان در پاکستان ایجاد کرده بودن آل تلک گردن خودشان شده. به حساب به هر صورتش برمیگردم به پرسان قبلی خود که خب وقتی که طالبای ما با پاکستان او رقم مناسبات خود داشته باشه، با جهان، با امریکایی ها و با جهان او رقم مناسبات داشته باشه و خود به شکل یک جزیره قرار دادن، بالاخره سرنوشت مردم افغانستان چی خواهد شد جناب دکتر سید؟ بس در مورد پاکستان و حمایتشان از تروریسم، قسمی که شما هم فرمودین و خود پاکستانی ها هم آن را اعتراف میکنن، در گذشته هم این پت نبود و پنهان نبود. شما سخنهای جنرال حمید گله که در زمان رئیس آیسایی ها بود، اگر بشنوید، یکی از سیاست های پاکستان این بود که با هند نمیتونه مقابله نظامی مستقیم کنه. خود پاکستان هم میفهمه، جهان هم میفهمه. به این خاطر یک سیاست را که پیش اتخاذ کرده بود، یک دکترین را که اردوی پاکستان آیسان عملی میکرد این بود که در انگلیسی یک فریزی را که یا استفاده میکردن که میگفت که bleeding by 1000 cuts، یعنی ما اگر هند نمیتونیم از لحاظ نظامی مستقیم شکست بدیم، اما باید هند ما با هزاران زخم کارد و چاقو ایل خونین بسازیم، که با از این لحاظ ما باید جلو این هزاران زخم زدن در هند توسط چی صورت میگیره؟ توسط گروه های تروریستی صورت. به می خاطر یا در کشمیر چندین گروه را ساختن، مثلا گروه مجاهدین کشمیر، گروه جیش محمدی، گروه دیگر و دیگر و دیگر. حادثه حملات تروریستی را توسط یک گروهی از پاکستانی ها در سال 2008 در بمبئی یاد بیاوریم که به هتل تاج محل در بمبئی اشغال کردن، صدها نفر کشته شد و در نظام سالگیری هم واقع هست که این موضوع هم حادث بین در مطبوعات هند و ای و کسایی که ای را رهبری می کردن در پاکستان یک زمان یک مدت زیر فشار عاجل هند یا زندانی بودن، اما امروز آزاد هستند. پاکستان استفاده از عوامل غیر دولتی برای ادامه سیاست های خارجی یک دکترین شناخته شده و عام در سیاست خارجی پاکستان بود. این عوامل غیر دولتی اینمی گروه های تروریستی بود که پاکستانی ها ایجاد کردند. شما ما دیدیم که در مقابل افغانستان گروه های مجاهدین یا چقدر تقویت کردن، همچنان خود طالبان و یا آله نمیشه که ما پاکستانی ها بین تروریست خوب و تروریست بد چیز کنه، تفاوت قائل شوه. شما اگر با مارها زندگی میکنین و میخوابین، بالاخره یک مار شما رو میگزه دیگه. امروز وقتش رسیده که یکی از این مارها خود پاکستان در حال گزیدن است. اگر بلاتر ما افغان ها نباید خوشحال از این باشیم که عناصر مانند طالبای تحریک طالبای پاکستانی که حتی بدتر از لازم تفکر متحجر خود بدتر از طالبای افغانستان هستند یا قدرت سیاسی را در پاکستان کسب کنند. ما اگرچه با
پاکستان برای افغانستان در طول تاریخ 70 سالی خود، 75 سالی خود، به جز رنج و درد چیز دیگه نبوده. اما با قدرت رسیدن یک تحریک تروریستی، یک تحریک افلادگرای مانند تحریک طالبان پاکستانی که میبینیم در طول زمان موجودیت خود چی حملات تروریستی را انجام ندادن. شما به خاطر داشته باشین بی‌نظیر بوتو را یا کشتن، بالای ملال یوسفزی یا فیر کردن، او را معیوب ساختن، در مکتب که مربوط به در پشاور بود در 15 سال پیش یا حمله کردن، صدها شاگرد مکتب یا کشتن. این حملات و این ادامه داره تا امروز ادامه داره. ما نباید از این یار چک چک کنیم، خوشحال باشیم که یاد اونجا با قدرت رسن. قدرت رسیدن از در پاکستان معنی از این میده که ما در افغانستان حاکمت طالبا در افغانستان ابدی خواهد شد. از این خاطر ما در عین زمانی که با پاکستان از لحاظ سیاسی توافق نداریم، از پاکستان از لحاظ نظامی میخواییم ضعیف باشه، اما در عین زمان ادامه تروریسم در پاکستان به نفع افغانستان هم نیست. با قدرت رسیدن یک طالبای دیگه در همسایگی افغانستان از لحاظ هر لحاظ به نفع افغانستان هست. به این خاطر سوال شما چی بود؟ راجع به طالبای افغانستان گفتیم مناسبات زیاد در منطقه چطور میشه؟ بله، گفتیم که وقتی که با جهان چندان تعامل خوب ندارن، با همسایه ها چندان تعامل خوب هم ندارن، بالاخره سرنوشت این مردم افغانستان یعنی خود مثل یک جزیره قرار دادن در دنیا، بالاخره این سرنوشت این مملکت و این مردم ما چی خواهد شد؟ از یک لحاظ اگر فکر کنیم، اگر ما طالبان را به صورت طویل مدت در افغانستان حاکمیت از یاره به نقص ملت افغانستان میدانیم، به نقص آینده افغانستان به یک کشور متمدن میدانیم و ما یاره برای شکوفایی آینده افغانستان، ایجاد یک کشور دولت در افغانستان، کشور در افغانستان در اونجا حاکمیت قانون موجود باشد، در اون مردم متمدن زندگی کنند، در اونجا مردم آزادانه زندگی کنند، با میل خود زندگی کنند و در اینجا شکوفایی فرهنگ وجود داشته باشد، در اینجا آزادی های اجتماعی وجود داشته باشد، در اینجا آزادی های سیاسی وجود داشته باشد. اگر ما این را در موجوده طالبا، البته در مقابل این اهداف بسیار انسانی و ضروری از لحاظ حقوق انسانی، این موجوده طالبا یک مانی بزرگ است در مقابل این اتو امیال و آرزوها. به این خاطر اگر طالبا قدرت خود تحکیم میبخشند در افغانستان، مناسبات خود با جهان قائم کنند، این حاکمت از ادامه پیدا میکنه. از یک لحاظ ما به نفع ملت افغانستان است در دراز مدت که پاکستان که طالبا تجدید شوند، طالبا از حمایت منطقوی و جهانی یا محروم شوند. از این لحاظ به نفع ملت افغانستان است در دراز مدت، چون این عمر حکومت طالبا را کوتاه میسازه. در این شکل نیست.